سلام و صد سلام به روی ماهتون. حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه و ممنونم که توی یه ویدیو دیگه هم همراه من هستید. باز اومدم پیشتون با یه ویدیو ورزش 15 دقیقه‌ای. ورزش امروز همونطور که دیدین تمام حرکت ها که 4 تا حرکت هست هم روی عضلات پایین تنه، پا و باسن کار میکنه، هم روی عضلات بالا تنه. تصور کنین حرکت هایی که دارن روی این جفت حرکت ها کار میکنن چقدر تمرکز و کنترل خوب روی عضلات کور و در واقع اون هسته میانی بدن، کمربند میانی بدن داره. بنابراین یه ورزش میشه بهش گفت فول بادی عالی هستش. خب برای ورزش امروز چه احتیاج دارید؟ یه وزنه احتیاج داریم، بهتر هست که کتلبل باشه، اما اگر ندارید وزنه های دیگه هم اوکی هست و میتونید ازش استفاده کنید، مت ورزشیتون. و دیگه اگر دوست دارید، مت ندارید روی فرش هم میتونید، اگه دوست داشتید میتونید کفش ورزشی هم بپوشید، که اگه کفش ورزشی بپوشید دیگه فرقی نمیکنه کجا روی زمین باشه، فرش باشه، مت باشه، انجام بدید. کفش اگه تو خونه هستین که دیگه کفش تمیزتون باید باشه دیگه. خب میریم بدنمون رو تو این ویدیو خیلی سریع گرم میکنیم. 4 تا حرکت رو به چه صورت انجام میدیم؟ هر حرکت رو 1 ست انجام میدیم، میریم سراغ حرکت بعدی. 40 ثانیه حرکت رو انجام میدیم، 20 ثانیه استراحت. یه دور که تموم شد استراحت یه ذره بیشتر میریم بعد برای دور دوم و دور سوم و بدن رو سرد میکنیم و تموم میشه. خیلی این ورزش های 15 دقیقه عالی هستن برای کسایی که وقت ندارن. دیگه 15 دقیقه در روز چیه؟ انجام بدید، واقعا ایمان بیارید به من، اعتماد کنید که روزی 15 دقیقه ورزش کنید و ببینید نتیجهش در طولانی مدت چه خواهد بود، چقدر بدنتون عالی و فیت میشه، هم از نظر سلامتی هم از نظر زیبایی میرید یه مرحله دیگه. اگر به تازگی با کانال یوتیوب شری ویلنس آشنا شدین یادتون نره و انگشتای خوشگلتون رو یه استفاده کوچیک ازش بکنید، سابسکرایب کنید، زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید، ویدیوها رو تا آخر که دیدین لایک کنید، نظری دارید کامنت بذارید، کانال ما رو به بقیه هم معرفی کنید. یه مطلب دیگه هم بگم و بریم سریع با هم دیگه شروع کنیم. از طریق کانال یوتیوب من میتونید با من در ارتباط باشید، اما پیج اینستاگرام من شری دنس فیت هم هستش که از طریق پیج اینستاگرام هم میتونید بهترین برنامه های ورزشی رو متناسب با شرایط بدنی و سلامتی خودتون و با توجه در واقع اون وقت آزادی که دارید از من دریافت کنید، زیر نظر مستقیم با مشاوره تغذیه. شاگردان نتایج عالی دارن میگیرد، یکیشو ببینید فکر میکنید تو چند ماه 4 ماه یه همچین نتیجه عالی رو گرفته. و دیگه این که یادتون باشه پکیج های عالی رقص و طراحی های رقص رو هم میتونید از طریق پیج اینستاگرام من تهیه کنید، از پایه تا مبتدی. طراحی های رقص روی بهترین آهنگ ها و زیباترین آهنگ ها که کانال یوتیوب به علت حق کپی رایت اجازه نمیده که ما این ویدیوها رو برای شما اینجا بذاریم. قبلا یه سری بود، مجبور شدیم همه رو برداریم. و دیگه اینکه ویدیوهای من، پکیج های رقص، آموزش های رقص، ورزش رو فقط و فقط میتونید از طریق این کانال یوتیوب و پیج اینستاگرام، تنها پیج من شری دنس فیت تهیه کنید. هر جای دیگه ای خواستم بهتون ویدیوهای من رو بفروشن و بدن، بدون اینکه اجازه من بوده دزدی هست و باهاشون همکاری نکنید. بریم با هم شروع کنیم. خب بریم شروع کنیم، بدنمون رو گرم کنیم، از دست ها شروع کنیم. 1 2 3 4 جهت رو عوض کن. 1 2 3 4 بیا جلو نگه دار. 1 2 3 4 دست باز. 1 2 3 4 دست بالای زانو، دایره کوچیک. 1 2 3 عوض کن. 1 2 3 4 برو پایین نگه دار. 2 3 4 دقت کنی زاویه زانوها به سمت خارج، چکم داخلی، حرکت سکوات هستش. بیا بالا برو. 1 2 3 و 4 برگرد به این ور و برو رو حرکت ریورس لانچ. 1 2 3 و 4 برو رو پای راست، حرکت سینگل لگ دد لیفت. 1 بیا بالا. 2 3 باسن نچرخه به خارج.
چهار این حرکت ها رو امروز احتیاج داریم. برو، دو شکم داخل، سه و چهار. برو با استفاده از عضلات پشت دست رو بکش عقب، دو سه و چهار، دست به سمت بالا، یک دو سه و چهار. اگر کفش ورزشی ترجیح میدین داشته باشین، کفش هاتون که الان پاتونه، بریم حرکت اول رو بهتون بگم. حرکت اول حرکت سکوات هست. پای راست یا چپ رو باز میکنی، میری رو حرکت سکوات، برمیگردی، دست رو میکشی جلوی صورت، جهت پا رو عوض میکنی و دست رو میکشی جلوی صورت. آماده و برو. حرکت های پول هست. یک، عالی. لازم نیست بشماریم، همونطور گفتم 40 ثانیه حرکت میکنیم و 20 ثانیه استراحت. مچ دستتون نشکنه، ادامه بده شکم داخل، حرکت رو خیلی تند انجام ندید، قشنگ برو پایین، بکش بالا دست رو پایین و بکش بالا دست رو پایین. حرکت سکوات رو آروم و با کنترل و تمرکز انجام بده. هم داریم در واقع روی عضلات پشت سرشانه کار میکنیم، عوض کن، و هم عضلات پا و باسن. حرکت دوممون حرکت ریورس لانچ هست. دقت کنین، پای جلو به سمتش میچرخم، میام بالا، میرم روی شولدر پرس، باسن منقبض، حالا پا عوض میشه و میرم بالا. تو این حرکت بین پاها کمی باز باشه، برو میچرخی، دقت کن که با چرخش زاویه زانو از جلو تغییر نکنه، دقت کن، به زاویه زانو دقت کن، ادامه بده، عالی، شکم داخل، سینه جلو، و استراحت کنین. حرکت بعدی رو ببینید. حرکت بعدی میره با حرکت سینگل دد لیف و حرکت رو که رو عضلات پشت کار میکنه. نصف زمان رو روی پای راست میریم، نصف زمان رو روی پای چپ میریم. بهتون میگم که عوض کنین. اگر براتون تعادل سخته، دستتون رو میتونه یکی دست رو به یه جا بگیرین. برو با تمرکز، برگرد سر جا، با تمرکز روی عضلات پا باسن، بسیار خوب برای تعادل. عضلات پشت توی این حرکت وقتی میرید پایین باسن رو باز نکنین، عوض کن جهت دیگه، با تمرکز برو، برو پایین، نگه دار. کسایی که تعادلشون خوب نیست، دست دیگر رو میتونن به صندلی، دیوار یا هر چیز دیگه بگیرن برای حفظ تعادل. و به مرور زمان استراحت کن، تعادل که بهتر میشه دست رو دیگه نزن. حرکت بعدیمون حرکت کتلبل سوینگ هستش که میریم رو حرکت لانج. این بار دست رو خیلی میاریم بالا، میریم روی فول رنج آف موشن، حرکت فرانت ریز. دست که بالا میره باسن منقبض میشه. آماده و برو. برو قشنگ رو حرکت هینج، مثل حرکت ددلیفت میمونه. عالی، دم و بازم، شکم داخل، با کنترل. در واقع انقباض باسن هست که دست شما رو به سمت بالا میفرسته. حرکت بیشتر با کمک باسن انجام میشه. عالی، استراحت کنیم یه 20 ثانیه به اضافه یه 40 ثانیه وقت داریم برای استراحت. اگر میخواین آب بنوشید و آماده بشین برای ست دوممون. حرکت عالی هر حرکتمون، علاوه بر اینکه داره روی پایین تنه عضلات پا و باسن کار میکنه، یه حرکت بالا تنه هم داریم. حرکت های پول آپرایت رو میاد رو عضلات سرشانه، عضلات پشت کار میکنه. حرکت
شولدر پرس با روتیشن. روتیشن روی در واقع عضلات شکمتون کار میکنه، به خصوص عضلات مورم. پرس بالا جلوی سرشانه سینه، حرکت رو روی عضلات پشت، عضله بزرگ پشتی در واقع جلو بازوتون، و حرکت بعدیتون هم که میاد رو عضلات سرشانه کار میکنه. 5 ثانیه دیگه داریم که بریم برای ست دوممون. شانه عقب، سینه جلو، شکم داخل و برو با کنترل. باسن وقتی میایین اینجا منقبض. ست دوم عالی. تازه بعد از اینکه من این ویدیو رو برای شما ضبط کنم، خودم میخوام برم دوباره ورزش کنم. امروز روز پا و باسن هم هست. 4 ثانیه دیگه مونده، برو. و عالی، خیلی خوب. استراحت، آماده برای حرکت ریورس لانج با روتیشن با شولدر پرس. حرکتی هستش که برای اینکه تعادلتون حفظ شه باید با تمرکز انجام بدین و چند تا حرکت داره همزمان با هم انجام میشه و بسیار عالی هستش. آماده و برو به سمت پای جلوی چرخش، بازم منقبض، دست بالا. دقت کنین زانوها به سمت داخل نره، چه زانوی پشت چه زانوی جلو. شولدر پرس روی عضلات بالای سینه و جلوی سرشانه کار میکنه. برو، عالی. شکم داخل و عالی، بیا بالا. حرکت بعدیمون که میخوایم بریم حرکت سینگل لگ دد لیفت SDL با حرکت رو هستش که من دوست دارم دست و پا یکی باشه، را دست راست و پای راست، میتونه مخالف هم باشه. آماده و برو، باسن به سمت خارج نچرخه، برو. پای پشتی اگه خیلی هم بالا نیاد هیچ مشکلی نیستش. شکم داخل وقتی پایین میرین، حرکت رو بسیار عالی. این حرکت برای تعادل عوض کن و برو بالا. شکم داخل، ادامه. یکی دیگه برو و اون وقت استراحت. عالی، حرکت سوممونم انجام شد. سه دومم فقط یه حرکت دیگه بیشتر ازش نمونده. آماده این حرکت کتل بل سوینگ، عضلات باسن کار میکنه با فول رنج آف موشن فرانت ریز. باسن منقبض، مچ دست قوی، هیچ شکستی به خصوص توی این حرکت نباید توی مچ دست باشه. دست که به سمت بالا میره، وزنه کتلبل هر چی که دارید رو خوب بد فشار بدید. بازم منقبض، سینه جلو، شکم داخل و عالی. استراحت دوممون و بعد میریم برای ست آخرمون. خب یادتون باشه که قبلا هم بهتون گفته بودم ویدیو یوتیوب برای شما رایگان هست. اگر جایی کانالی پیجی بود که این ویدیو رو خواست بهتون بفروشه، چه ویدیوهای کانال یوتیوب چه پیج اینستاگرام بدون اجازه من هستش و هرگز باشون همکاری نکنید، نخرید، نه در واقع طراحی ها و پکیج ها و برنامه هایی که از طریق اینستاگرام شریدنسوید میتونید تهیه کنید و نه ویدیوهای یوتیوب. هیچ کدوم بدون اجازه من نیستش و اگر همچین کانال یا پیج رو دیدی سعی کنید که به بقیه هم بگید که سکم هست، کارشون اشتباه هست، دزدی هست و
هرگز همکاری نکنید. سرتون رو خوردم، 10 ثانیه مونده که بریم برای ست آخرمون. آماده میشی؟ 3 2 1 و برو برو ببینم که ست آخر رو چه کار میکنی. بازم منقبض. عالی هستی. عالی. دقت کن به فرم درست حرکت. حرکت رو خیلی سریع انجام نده. وزنهاتون رو درست انتخاب کنید. نه خیلی سبک باشه، نه خیلی سنگین باشه که نه بتونید ست رو تموم کنید و همین که فرم حرکتیتون رو اشتباه و زشت بکنه. عالی. استراحت میکنیم بعد میریم برای حرکت دوم. یادتون باشه حرکت زیبا رو همه میبینن، به وزنه کسی کاری نداره، ولی اگر سنگین ترین وزنه رو هم بزنید فرمتون درست نباشه همه میبینن و که چقدر زشته، اونم در واقع همه میبینن. پس درست و اشتباه انجام دادن حرکته که مهمه. برو به سمت پای جلو. داشتم میافتادم. این حرکت هم بسیار حرکت انعطافی خوبی هست. حرکت روتیشنی که توش ایجاد میشه، چرخش به راست یا چپ، حرکت رو سخت میکنه. عالی هستین. اعتبار بده چیزی نمونده ها. 5 ثانیه دیگه فقط. برو و عالی. میریم برای حرکت سوممون. یادتون باشه تمام حرکت های باسن که داریم انجام میدیم تک پا دو پا فرق نمی کنه. زانو به این صورت درست نیست. زانو باید مستقیم کمی به سمت خارج باشه در جهت انگشت شست پا. آماده و برو. پا بالا، رو پا روی، شکم داخل، تعادل، ادامه. بیا بالا. یکی دیگه و عوض کن. برو. سینه جلو، شکم داخل. نذار پشتت گرد بشه تو این حرکت. دو تایی دیگه و بعد آخری و عالی. استراحت کن. میخوایم بریم حرکت آخرم. حرکت های همیشه میگم ورزش های 15 دقیقه خیلی سریع تموم میشه، ولی اگر روزانه انجام بدین نتیجه معجزه رو خواهید دید. سینه عقب، شانه عقب، سینه جلو و برو. برعکس نه، با قدرت و کنترل. دقت میکنی که کتلبل من چجوری از عقب میاد بیرون و حتی ممکنه رو باسنم برخورد کنه. البته این فقط برای کتلبل هستش. کتلبل رو وقتی پایین میرید خیلی سفت نگیرید. اینجا فشار، اینجا باید اجازه بدی بره بیرون تا جایی که میتونه. و حرکت هینج. حرکت هینج مثل حرکت ددلیفت هست، در واقع حرکت اصلیه حرکت ددلیفت هست، به خصوص ددلیفت رومانیایی. عالی. و ست سوم هم تموم شد. یه استراحت بکنی، یه نفسی بگیرید، یابی بنوشید و آماده باشین با هم دیگه یه کشش خیلی سریع و ملایم هم بدیم. همیشه خودتون میتونین کشش بیشتر بدین. ویدیوی کشش رو سرد کردن داریم توی کانالمون. من بیشتر هم میخوام یک دو تا ویدیو دیگه هم براش درست کنم، انشالله همونو میتونین استفاده کنین. اگر خودتونم حرکت های دیگه میدونین انجام بدین. حرکت های یوگا بسیار خوب هست یه سریاش برای که حرکت های کششی. خب از بالا میریم به سمت پایین. خب بیا کشش روی سرشانه، شانه رو به سمت پایین بیا. 2 3 4 5 6 7 8 عوض کن. برو شانه به سمت پایین. 1 2 قشنگ بکش. 4 پایین تنه حرکت نکنه. 6 7 و 8
بسیار عالی. و برو یه دست از بالا یه دست از پایین، اگر میتونی دست ها رو قلاب کنین که عالی. خب شکم رو داخل نگه دار، دست رو قلاب کن، بسیار عالی. یک، شانه رو بده عقب. دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت. دست رو عوض کنیم، ممکنه یه دستتون از یه دست دیگه ضعیف‌تر باشه یا خشک‌تر باشه، اشکالی نداره. من مثلا این دستم یکم خشک‌تره ولی خب به هم میرسه. برو یک، باسن رو منقبض کن. دو، که به این صورت نباشه. سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت. آهسته بیا پایین، تکون بده دست رو و عالی. پاها رو باز نگه دار، زانو رو به سمت خارج بچرخون، برو پایین. یک، اگر میتونی دست رو بذار زمین بدون که زانو خم شه، اگر نمیتونی بذار دست رو روی پا نگهش دار، پشت تو گرد نکن. اونایی که میتونن حتی میتونن دستشون رو کمی به سمت عقب هم بذارن. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت. آهسته برو پایین. میریم تو حرکت دیپ سکوات که توی یوگا بهش مالاسانا میگن، بسیار حرکت خوبی هست. یه دونه ویدیو هم براش درست کردم به این حرکت، میگن حرکت اکسیر جوانی، حرکتی که مانع از پیری میشه. سعی کنید که بدنتون رو باز نگه دارید. اگر براتون سخته میتونی بری یه جا بشینی، دستتو به یه چیزی بگیری، یا مثلا مثل من اینجا به این مبل تکیه بدی. درسته تو ویدیو قشنگ توضیح دادم، میتونی بری ویدیو رو ببینی. حرکت بسیار خوبی هست و کسی که قادر به انجامش نیستن باید روش کار کنن. تو ویدیو گفته شده که چطور روش کار کنن که به مرور زمان بتونین حرکت رو انجام بدین. آهسته بیا بالا، یه بار دیگه برو پایین، برو سمت پای چپ، نگهش دار. دوباره میگم اگر دستتون به زمین نمیرسه، به جای اینکه پشت رو خیلی گرد کنین و شانه رو بالا بیارین، فقط برین بالاتر، هر جا که میتونین اونجا دست رو نگه دارین. جهت رو عوض کن، پای دیگه. دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت. آهسته بیا بالا، حرکت هایی که سر پایینه آهسته بیاین بالا که خود نکرده سرتون یه هوگیش نره. بدنت رو شروع ریلکس کن. اینم از ورزش امروزمون، اینم از ورزش امروزمون. من که در کنار شما حسابی کیف کردم و تازه الان این ویدیو که تموم شد باید بدو برم ورزش خودم رو انجام بدم. مرسی که تو این ویدیو هم همراه من بودی. یادتون نره که توی در واقع پلیلیست های من میتونید برید، مخصوص در واقع ورزش های 15 دقیقه یه دونه پلیلیست هست، هم برای کسایی که تایم نداره، هم برای کسایی که میخوان چند تا ویدیو رو با هم دیگه ترکیب کنن و انجام بدن، مثلا بالا تنه، پایین تنه، عضلات شکم. میتونید از این ورزش های 15 دقیقه استفاده کنین که عالی هستن. برای یکیش گرم کردن رو انجام بدین و برای بقیه میتونید گرم کردن رو بزنید جلو و برسید به ورزش اصلی. یادتون نره کشش عالی در کنار ورزش، تغذیه عالی خیلی خیلی مهم هست. با تغذیه خوب، مناسب، سالم و در کنار ورزش شما میتونید به هدفتون برسید. استراحت یادتون نره، چون زمانی که چربی سوزی و عضل سازی اتفاق بیفته شما توی خواب عمیق هستین، بنابراین کیفیت خواب خیلی مهمه. در روز آب کافی هم فراموش نشه. دیگه اینکه غیر از آب کافی چی مهمه؟ خنده، شادی، یک روحیه آرام و زیاد خودتون رو به خاطر چیزهای جزئی تو این دنیا اذیت نکنین و سعی کنین که واقعا این عمر کوتاه رو ازش لذت ببرید و به خوبی زندگی کنید. و دیگه اینکه اگر به تازگی با کانال ما آشنا شدید، یادتون نره سابسکرایب کنید، زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید، ویدیو رو به بقیه، کانال ما رو به بقیه هم معرفی کنید. و اگر که ویدیو براتون مناسب خوب بود و دوست داشتید حتما لایک هم کنید، نظرتون رو برای من بذارید، از طریق پیج اینستاگرام من با من شری دنسوی در تماس باشید. اگر برنامه ورزشی میخواین زیر نظر خودم، اگر پکیج رقص، طراحی های رقص عالی میخواید، و یادتون باشه غیر از کانال یوتیوب و پیج اینستاگرام من از هیچ کس دیگه ای ویدیوهای من رو تهیه نکنید بدون اجازه من هست، و شنیدم که یه سری ها این کار انجام میدن، دزدی هستش و هرگز باهاشون همکاری نکنید. مثل همیشه ازتون ممنونم، خیلی خیلی دوستتون دارم و توی ویدیوهای دیگه منتظرتون هستم.